برنامه 13 از دوره 18 این مجموعه برنامه ها در خدمت شما هستم. این مجموعه برنامه رو اختصاص داده بودیم به موضوع دستاوردهای روحانیت شیعه و در 12 برنامه گذشته من از وجوه مختلف نتیجه عمل روحانیت شیعه در جامعه ایران در خدمت شما بودم و در این زمینه صحبت کردیم. به بخشی از این دستاوردها که در واقع خسارت هستند وقتی که خوب اینها رو کنکاش میکنیم اشاره کردم، در حوزه های اجتماعی، در حوزه های سیاسی، در حوزه های مذهبی. در این برنامه متمرکز میکنم بحث خودم رو بر دستاوردهای اخلاقی یا در واقع فجایع اخلاقی و تمرکز خاصی رو هم میگذارم رو موضوع دروغگویی، چون به نظرم دروغگویی یکی از مهمترین مسائل غیر اخلاقی است که متاسفانه امروز در جامعه ایران در اوج خودش هست و خیلی دشوار هست افراد بتوانند در ایران به زندگی عادیشون ادامه بدن بدون اینکه روزانه دروغ نگند. یعنی زمینه ها به گونه‌ای فراهم شده که افراد حتی اگر نخواهند دروغ بگن مجبور هستند دروغ بگن برای اینکه ادامه حیات پیدا کنند. در ایران امروز به عنوان مقدمه خدمتون عرض کنم قبل از این ورود به بحث دروغ، در ایران امروز همانند اتحاد جماهیر شوروی در دهه 70 و 80 میلادی، یعنی در سالهای قبل از فروپاشی و سقوط، ایرانیان تقریبا آنچه که از رفتارهای تک تک شهروندان ایرانی برمیاد که شما این رو در جامعه، کوچه، بازار، در رسانه ها، در دستگاه تبلیغاتی، در فعالان سیاسی، سیاستمداران، در ابعاد مختلف وقتی که جستجو میکنید میبینید که کمتر کسی هست در ایران که واقعا به اصول و مبانی اعتقاد داشته باشه و این اعتقادات رو هم در صحنه عمل به نمایش در بیاره. مردم ایران متاسفانه امروز چشم‌اندازی از آینده ندارند، امیدی به آینده ندارند تا بر اساس اون زندگیشون رو تنظیم کنن و تلاششون بر این باشه که بر اساس این امید به آینده امروزشون رو خراب نکنند، به گونه ای عمل بکنن که در واقع دارن آجرها رو روی هم میچینن و برای چیدن این آجرها روی هم نیازمند باشن به اینکه اعتماد سازی کنن، با دیگران کنار بیان برای که آینده روشنی داشته باشن. وقتی کسی آینده روشنی نبینه به هر خار و خاساکی تمسک پیدا میکنه برای اینکه ادامه حیات روزمره بده. در ایران موضوعی که بیش از همه در طی 14 گذشته بیش از همه مخدوش شده، بیش از همه و ابتداءً در مقایسه با موضوعات دیگه سرش بریده شده، مسئله اخلاق هست. چون خب خیلی راحت شما نونتون رو و پوشاکتون رو و خیلی از نیازهای طبیعیتون رو اینا نمیتونید کنار بگذارید، ولی اخلاق راحت میشه کنار گذاشت و از اولین قربانیان و از مهمترین قربانیان حکومت روحانیت شیعه در ایران اخلاق بوده. چون اصلا روحانیون هیچ نظام اخلاقی ندارن، هیچ چارچوب اخلاقی ندارن، هیچ در واقع ضرورتی هم وجود نداره در چارچوب‌های مذهبی اونها که اینها یک نظام اخلاقی داشته باشن و این رو رعایت کنن. هر چی که دارن شریعته، چیزی غیر از شریعت در میان اونها به چشم نمیخوره. حتی اعتقادات رو هم، اعتقادات کلامی و الهیات هم، اونها رو خیلی راحت میتونن دستکاری کنن و باش بازی کنن، با شریعت هم این کارو میکنن، اما مبانی شریعت چون به نفعشون هست، این مبانی شریعت رو چون خودشون ساختن و پرداختن این رو رعایت میکنن اکثرا، و چون شریعت بخش عمدهش در عرصه عمومی سرکوب و ارعاب و کنترل اجتماعیه که اینها برای حکومت کردن بهش نیاز دارند. نمایش های عمومی که شما امروز در ایران شاهدش هستید، مثلا در همین هفته گذشته هنگامی که کارزارهای انتخاباتی در جریان بود، در شهرهای مختلف افرادی می رفتن برای اینکه به سخنان آقای روحانی یا آقای رئیسی
گوش بدند. اینها بعید من میدانم که حتی یک نفر برای اعتقاداتش، برای چارچوبایی که بهش باور داره به سراغ این گونه مجامع بره، عمدتاً برای کسب منافع، برای بالا رفتن از پله‌های قدرت هست، برای برقراری ارتباطات هست، برای اینکه بچه‌ای براش کار درست کنن یا منافعی به دست بیارن یا در یه جای شغلی بگیرن، عمدتاً با این اهداف و انگیزه هاست. به سخنانی که میگویند شما خیلی گوش ندید، مثلا برای مقدسان شیعه عزاداری میکنن یا نوحه میخونن یا مداحی میکنن، سرود جمهوری اسلامی پخش میکنن، به اینا خیلی نباید توجه کرد. محتوای ماجرا این است که یه عده‌ای به دنبال این هستن که از پله‌های قدرت و ثروت بالا برن و در این مجامع شرکت میکنن. مساجد و دیگر نهادهای دولتی، چون مساجد هم به نظر من امروز جز نهادهای دولتی هستن، مراسم اونها همون دوتا مراسم دولتی است. کسی نباید فریب حضور عده‌ای رو در مساجد یا تکایی‌ها یا حسینی‌ها بخوره و اونها رو اصیل تلقی کنه، احساس کنه که یه عده هستن واقعا باورمندن. اونایی که اون تو هستن به هیچی باور ندارن، فقط آمدن برای اینکه رابطه‌ای برقرار کنن با روحانیون، با مداحان، با کسانی که اونجا هستن و کسانی که در اون مسجد حاضر میشن، چون امروز قدرت و ثروت در دست همین هاست. کسانی است که این مساجد رو میگردونن، کسانی که مداحی میکنن، کسانی که روزه میخونن، چون قدرت دست اونهاست، طبیعتاً افراد برای نزدیک شدن به قدرت به این نهادها میرن. خیلی چیز واقعی هست، یعنی در واقع کشف عجیب و غریبی هم نیست، یک پدیده واقعی است و قابل درکه. در ایران امروز یک نوع شما با یک نوع عادی سازی جنایت و سرکوب و دروغ و تقلب مواجه هستید، کاری که حکومت هر روز داره انجام میده و متاسفانه این امر برای بخشی از شهروندان جامعه هم متاسفانه عادی شده. شما نگاه کنید مثلا استقبال های چند ده هزار نفری که در شهرهای مختلف، مثلا میدان نقش جهان اصفهان یا مصلی تهران یا در استادیوم تختی اهواز از این نامزدهای انتخابات صورت گرفت. خب کسانی که میرن برای آقای مثلا رئیسی، خب اینها شما فکر میکنید واقعا نمیدانند که آقای رئیسی یکی از مسئولین در واقع امضا کنندگان کشتار زندانیان در سال 67 بوده؟ فکر نمی کنم دیگه، امروز با این ارتباطات و رسانه هایی که وجود داره همه اینها رو می دونن، اینطور نیست که از این امور اطلاع نداشته باشد. یا کسی نمی دونه که آقای رئیسی دادستان دادگاه روحانیت بوده، دادگاه ویژه روحانیت بوده و کار این دادگاه اصولا سرکوبه، کار این دادگاه ساکت کردن روحانیونیست که به گونه دیگری فکر می کنند. شما فقط کافیه برید با بخشی از شاگردان آقای منتظری که اینها در واقع مورد تعقیب قضایی واقع شدن، برای یک دو سه دهه به زندان افکنده شدن، به تبعید رفتن، برید با اینا صحبت کنید ببینید چه بلایی به سر زندگی اینها اومده. شما کافی یک پدر خانواده رو از خانواده جدا کنید، به یک شهری 2000 کیلومتر اون طرف‌تر بفرستید، ببینید چه ضرباتی به همسر او، به فرزندان او وارد میشه. اینا کارایی است که این آقای رئیسی کرده. بعد یه عده میرن به عنوان سید محرومین و سید مستضعفان و اینا براش کف میزنن. خب اینا نشون میده که جامعه چقدر تنزل کرده. این آدمهایی که میرن و این کارها رو انجام میدن، اینا نمایش به نظر من نمایش قدرت نیست. اینا نمایش انحطاطه. اینها نمایش سقوطه که افرادی بیان و زیر علم افراد جنایتکار و جلاد و قصابی مثل آقای رئیسی بیان و سینه بزنن. در همه جای دنیا، حالا من وارد بحث خاص دروغگویی بشم، در همه جای دنیا رهبران سیاسی خب بعضا ممکنه دروغ بگن یا برخی از حقایق را نگن، واقعیات رو به مردم نگند، اما در ایران تحت جمهوری اسلامی دروغگویی بالاخص توسط مقامات سیاسی تبدیل شده به یک عادت، به یک وظیفه و به یک کارکرد. یعنی اصولا بدون دروغگویی هیچ کسی نمیتواند
یه شغلی رو، شغل عالی رتبه‌ای رو در ایران داشته باشه. وقتی خود آقای خامنه‌ای میگه که آمارهایی که دولت میده اینها آمارها واقعی نیست، خب شما چه انتظاری دارید که دولت یا مقامات اطلاعات درست به دست شما بدن؟ متاسفانه در ایران بسیاری از اهل فعالیت‌های خبرنگاری یا سیاسیون اینا خودشون رو با جریان رود که جریان فساد و تبعیض و ائتلافه، خودشون رو با جریان رود هماهنگ کردن، صداشون در نمیاد، وانمود میکنن که اوضاع خیلی عادیه، اوضاع همونه که رهبران سیاسی میگن، ولی واقعیتش اینطور نیست، واقعیت چیز دیگری است و معمولا این واقعیت ها به جامعه عرضه نمیشه. یه نکته مثلا خیلی سادهش، آقای روحانی در مناظره سوم آمد و گفت که در گندم کشور در دو سال اخیر خودکفا شده، در حالی که گمرک ایران اعلام کرده بود در سال 95 که در سال 95 در پایان سال 95 اعلام کرده بود که در این سال 1.5 میلیون تن گندم وارد کشور شده، قیمتش هم اعلام کرده بود که چقدر بوده. البته گمرک ایران جالب هست، در دوره انتخابات تمام این اطلاعات مربوط به واردات و صادرات و اینها توی سایت گمرک ایران پیدا نمی‌شد، اینا رو برداشته بودن برای که مردم دسترسی نداشته باشن، ولی واقعش خب چیز دیگری است دیگه، یعنی راست میان و در مقابل مردم اینها دروغ میگن، چیز عجیب و غریبی نیست. کسانی که مسائل ایران رو دنبال کرده باشن خب میدونن که مقامات چگونه رفتاری دارن. خیلی جالب هست که وعده جمهوری اسلامی، وعده روحانیت شیعه از ابتدا این بود که ما آمدیم برای ساختن انسان کامل، میخواییم انسان مکتبی کامل بسازیم. خب شما امروز این انسانهای کامل رو در افرادی مثل حسن عباسی یا سعید قاسمی یا قاضی صلواتی، قاضی مقیسه، آقای روحانی، آقای رئیسی، جنتی، خامنه‌ای، این انسانهای کامل رو دارید میبینید که اینها نمادهای تقلب و فساد و تاراج و دروغگویی و تقریبا تمام صفاتی رو که در کتب اخلاقی به عنوان صفات بد شمرده شده، اینها تجسم این صفات بد هستند. خب حالا بریم مشخصا به سراغ بحث دروغگویی. روحانیت شیعه اصولا به بحث دروغگویی چگونه نگاه میکنه؟ اخیرا یکی از سایت های تحت نظر روحانیون شیعه یک مجموعه پرسش رو در مورد دروغگویی از مراجع شیعه پرسیده بود و اینها جواباشون رو داده بودن و خیلی جالب هست. حالا 4 نفرشون جواب دادن، جوابهاشون رو نگاه کنیم ببینیم که واقعا اینها در این پاسخها در مورد دروغگویی چه میگن، چجوری شده است که دروغ در میان روحانیون شیعه و در جامعه ایران که بسیاریشون تحت تعالیم روحانیون بودن چرا تا این حد دروغ ترویج پیدا کرده؟ این سوالات رو از آقایان شوبری زنجانی، موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی و آقای سبحانی پرسیدند و اینها به این سوالات پاسخ دادند. این سوالات چند سوال مشخص هست. سوال اول اینکه تعریف فقهی دروغ چیه و آفات دروغ و مجازات دروغ در شرع مقدس چیه؟ سوال دوم اینکه آیا دادن نسبت خلاف واقع یا بهتان زدن به فرد یا گروهی که آن را بدعت گذار مینامند به لحاظ شرعی جایز است؟ اساساً در چه مواردی مباهته جایز است؟ آیا در مباهته تفاوتی بین مخالفان داخلی با دشمنان خارجی وجود دارد؟ سوال سوم تعریف فقهی تقیه و دلیل جوازش رو پرسیدن. سوال چهارم اینکه آیا پس از اون که تقیه انجام شد الزامی در بعد از انجام تقیه مبنی بر راستگویی و افشای حقیقت وجود داره یا نه؟ اگر فردی بر حسب مصلحت کلام غیر واقع در برابر مخاطب حقیقی و حقوقی خود بر زبان جاری کرد، بر حسب مصلحت کلام غیر واقع در برابر مخاطب حقیقی و حقوقی خود بر زبان جاری کرد، میبایست بعدن و پس از رفع مصلحت حقیقت مطلب رو بیان کنه یا نه؟ سوال بعدی تعریف امر اضطرار و معیار تشخیصش برای گفتن دروغ یا پنهان کردن حقیقت
و سوال آخر هم در مواردی که دروغ به خاطر ضرورتی مجاز شمرده شده بهتر از کدام یک از این موارد استفاده بشه، دروغ صریح، تقیه یا توریه؟ این سوالات. خب سوال اول در مورد تعریف دروغ بود و آفات دروغ. آقای شوبری زنجانی پاسخ داده خبر دادن دروغ، خبر دادن از چیزی که گوینده میدونه واقعیت نداره دروغه. این تعریف نزدیکترین تعریف به تعریف دروغ هست که شما چیزی رو خلاف واقع بگید و اطلاع داشته باشید که خلاف واقعه. چون خلاف واقع گفتن اگر خود فرد ندونه که این خلاف واقعه، واقعا دروغگویی نیست، اشتباهه. این رو آقای شوبری زنجانی تعریف دروغی که میده تعریف درستی است. آقای موسوی اردبیلی میگه دروغ در فقه همان معنای عرفی و لغوی میباشد و در شرع مقدس کذب و دروغ حقیقت شرعی ندارد. تعریفی نداده، از زیر دادن تعریفشون فرار کرده، گفته معنی عرفی و لغویشه. تعریف بعدی از آقای مکارم شیرازی است. ایشون میگه دروغ عبارت است از بیان چیزی با زبان یا عمل یا کتابت برخلاف واقع، که تعریف دروغ نیست. اتفاقا آقای مکارم در نشون داده که در میان این چند نفر جزء بی سوادترین هاست. ایشون همیشه هم جزء بی سوادترین مراجع شیعه بوده. حتی مراجع شیعه معمولا آدم های بی سواد و کم دانشی هستند. ایشون جزء بی سوادترین هاست. کافیه برید و به آثار ایشون نگاه کنید. در تعریف دروغ هم ایشون اشتباه میکنه، چون دروغ صرفا بیان چیزی با زبان یا عمل یا کتابت برخلاف واقع نیست. باید طرف بداند که داره دروغ میگه، باید بدونه که داره خلاف واقع میگه تا ما اون رو اسمشو دروغ بگذاریم. تعریف بعدی هم از آقای سبحانی هست. ایشون میگه، بذارید برسم به صحبت ایشون، ایشون میگه دروغ کلام، دروغ کلامی این است که مطابق واقع نباشد و دروغ متکلم این است که چیزی بگوید که میداند خلاف واقع است. اینم خب به تعریف دروغ واقعا نزدیکه و ایشون هم در این زمینه حداقل سخن درست رو بیان کرده. خب بریم به سراغ سوال دومی که از اینها پرسیده شده. سوال بسیار کلیدی هست که آیا بهتان زدن به افراد جایز هست یا نه. بهتان معنیش اینه که یک ویژگی کسی نداره، شما این رو به اون نسبت بدید. مثلا به یه نفر بگید این آدم سر دیگران کلاه گذاشته در حالی که این فرد چنین کاری رو نکرده. به یه آدم بگید که این آدم مثلا اختلاس کرده ولی واقعا این کار رو نکرده باشه. اینا بهش میگن بهتان. یک بحثی هست که آیا اگر کسی مثلا بدعت در دین بگذاره برای اینکه مقابله‌ای باش بکنیم میشه بهش بهتان زد و او رو بدنام کرد یا نه، یا اصلا در چه مواردی میشود به افراد بهتان زد؟ خب معمول میان علما این بوده که میگفتن بهتان جایزه، برای اینکه با دشمن یا دیگرانی که ازشون انتقاد میکردن یا هم اعتقاد به اونها نبودن، اینها رو خب معتقدن که باید از میدان بدر کرد. یکی از راهاش هم خب برچسب زنی یا بهتان زنی هست دیگه. آقای شوبری زنجانی به این سوال اینگونه پاسخ میدن. ایشون میگه که هرچند در برخی روایات معتبر مباهته که شاید منظور از آن همان بهتان زدن باشد به عنوان راهی برای مقابله با اهل بدعت مطرح شده، اما در شرایط کنونی که نسبت‌های خلاف واقع به افراد به آسانی راستی آزمایی می‌شود، این روش‌ها برای منزوی کردن افراد بدعت‌گذار در دین اثر خود را از دست داده است. این کار صحیح نیست، بلکه در اغلب موارد نتیجه معکوس نیز دارد. پس باید با استدلال و برهان به مقابله با اصحاب بدع برخاست. مراد از اهل بدعت در آن افرادی هستند که عقیده یا عملی را بدون استناد به منابع پذیرفته شده در استنباط احکام به دین نسبت میدهند. ببینید آقای زنجانی اینجا نمیگه که بهتان زدن به دیگران کاریست اصولا غیر اخلاقی، کار زشتی است، بلکه میگه دیگه کار نمیکنه در دنیای جدید. چون شما یه نسبتی به افراد میدید، اونها میان انکار میکنن، دیگران قابل قدرت تحقیق دارن،
به عنوان یک روشی که دیگه کار نمیکنه ایشون این رو کنار میگذاره، نمیاد اون اصل روایات رو که به نظر ایشون هم معتبر هست نمیاد اونا رو انکار کنه، چون نمیتونه انکار کنه، چون ایشون اولا معتقده که این روایات معتبره، که شما اگر کسی اهل بدعت بود یعنی چیزی رو به دین نسبت داد، شما با بهتان او رو نابودش کنید، کشی شخصیت بکنید، بدنامش کنید. ایشون معتقده که این روایت معتبره، بعدم اون طرف نمیتونه امام یکی از ائمه خودش رو که بیاد نفی کنه، که بنابراین اینطوری داستان رو توجیه میکنه که این روش دیگه کاربرد نداره. بنابراین اصل بهتان زدن رو ایشون میپذیره، مشکلی نداره با اصل بهتان زدن، میگه چون امروز کار نمیکنه شما کنار بگذارید، اگر روزی کار کرد یا اگر در شرایطی کار کرد، بنا به نظری که ایشون میده، اگه در شرایطی این روش بهتان زدن عمل کرد به این روش متمسک بشید. همونطور که در ایران در طی چند دهه اخیر این روش در مواردی کار کرده و اینها از این روش استفاده کردن. آقای موسوی اردبیلی در پاسخ به این سوال بهتان میگه که روایتی در این رابطه وارد شده که در آن تعبیری به این مضمون دارد و باه تو اهل البدع، که برخی به معنای بهتان زدن گرفتند، ولی به نظر برخی دیگر از جمله این جانب مقصود این است که با اهل بدع به طوری با استدلال و برهان صحبت کنید که در برابر برهان محکم و قوی شما دچار بهت و تعجب و حیرت شوند. آقای موسوی اردبیلی یه تاکتیک دیگه ای داره، اصلا کل معنا رو عوض میکنه و باه تو رو که همیشه به معنای بهتان زدن بوده، ایشون به معنای دچار بهت و حیرت کردن معنی میکنه، تا اینکه از اون اصل، از اصل موضوع فرار کنه، در حالتی که بخش قابل توجهی از علمای شیعه قبلا این روایت رو به همین معنا گرفتن که اهل بدعت رو شما بهشون بهتان بزنید. با تغییر موضوع ایشون میخواد مسئله رو حل کنه. آقای مکارم شیرازی میگه اصولا تهمت زدن به دیگران کار صحیحی نیست و روایت مذکور که تعبیر باهتو هم در آن آمده به معنای متوحش ساختن است، نه تهمت زدن. ایشون همین نظر آقای اردبیلی رو داره در مورد این روایت، ولی واقعا میپذیره که تهمت زدن کار صحیحی نیست، نمیگه چیزها در چارچوب اصول اخلاقی، ولی میگه تهمت زدن کار ایشون کار صحیحی نمیدونه. تا همین جا هم خب باید ما قدردان باشیم که آقای مکارم شیرازی بهتان زدن رو نفی کردن. آقای سبحانی یک قدم بالاتر میگذاره، ایشون میگه بهتان زدن مطلقا حرام است، حتی بر بدعت گذار، و معنی باهتو این نیست که بهتان بزنید، بلکه به این معنی است که آنها را از طریق مناظره مفهوت و مجاب سازید. ببینید این خیلی جالبه، وقتی زمانه عوض میشه، وقتی که یک روشی دیگه کار نمیکنه، روش بهتان زدن، نسبت‌های ناروا دادن به افراد کار نمیکنه، علما کارشون خیلی آسونه، میان معنا رو عوض میکنن، همونطور که دیدید آقای اردبیلی و آقای مکارم و آقای سبحانی معنای این روایت رو کاملا تغییر دادند، برای اینکه بلا موضوع کنن، اصلا بگم همچین موضوعی وجود نداشته، قرار نبوده، کسی نگفته که شما بهتان بزنید، تا بعد در برابرش اینها پاسخگو باشند. سوال سومی که مطرح شده بود در مورد تقیه بود و دلیل جوازش. آقای شوبری زنجانی میگه تقیه عبارت است از ابزار همسویی با مخالفان در گفتار یا رفتار مخالف حق به منظور تحفظ از زیان دینی و دنیایی، و روایات متعدد بر جوازش دلالت میکنه. یعنی شما میتونید درویی کنید، میتونید خلاصه به جور دیگری رفتار کنید و به دلیل اینکه از جانتون میترسید. حالا حدش کجاست، تا چه حد آدما میتونن دو چهره باشن، این دیگه این حد رو اینا معلوم نمیکنن، میگن که چیزه با مخالفان خودتون همسو بشید تا ضرر و زیانی به شما نخوره. این تعبیری است که ایشون از تقیه داره. آقای موسوی اردبیلی میگه تقیه یعنی نوعی رفتار و گفتار برخلاف رفتار و عقیده صحیح به خاطر دفع خطر و مفسده اهم. از این جهت شما ببینید این که میگن دفع خطر و مفسده اهم، چون اینها موضوعات
قابل تفسیریه و هر کسی یه تفسیری از خودش داره، بنابراین به شما دارن جواز میدن که هر کار خلافی رو میتونید انجام بدید و این عنوانش هم بگذارید تقیه. دروغ بگید، تقلب بکنید، هر کار وارویی رو که انجام دادید مشکلی نداره، این رو بگذارید به عنوان این که اگر این کار من انجام نمیدادم یک خطری بر من واقع میشد به ضرر من. مثلا امروز متاسفانه بخش قابل توجهی از کسانی که در سیستم دولتی ایران کار میکنن اصولا نه اعتقاد به ولایت فقیه دارن، نه اعتقاد به اسلامگرایی دارن، نه اعتقاد به این داستان دخالت در سوریه دارن، ولی همه جو طور دیگری وانمود میکنن. چجوری؟ چرا این کارو میکنن؟ میگن ما داریم تقیه میکنیم، اگر این کارو نکنیم حقوقمون رو قطع میکنن، منابعمون رو قطع میکنن، امکانات و نمیدونم امتیازاتی که داریم قطع میکنن. بنابراین هر کاری در این چارچوب تقیه شیعه، هر کاری مجازه برای اینکه شما دفع خطر بکنید از خودتون، حالا چه خطر مالی، چه خطر جانی، چه هر خطری. آقای مکارم شیرازی میگه تقیه اخفای عقیده دینی است، یه مقدار محدودش میکنه، در مواردی که اظهار آن خطری دارد و ادله آن را در کتاب قواعد فقهیه نوشته ایم. ایشون یه مقداری داستان رو محدودتر میکنه، این مسئله فقط هر گونه خطر و مفسده نیست، بلکه صرفا پنهان کردن عقاید دینی است، که البته خب در چارچوب اگر شما بیایید نگاه بکنید به ادیان اقلیت که در میان اکثریت زندگی میکردن در یه دوره مثل شیعه، خب خطر براشون بوده واقعا و مجبور بودن که عقایدشون رو پنهان کنند، امر معقولی به نظر میاد عقاید دینیشون رو. ولی اینکه شما هر چیزی رو در زندگی دوگانه رفتار کنید به دلیل اینکه دارید دفع خطر میکنید، دفع مفسده میکنید، به تعبیری که آقای اردبیلی میگه، اون دیگه از اون حرفای خیلی عجیب و غریب هست. آقای سبحانی هم میگه تقیه در مقابل کافر اظهار کفر و پنهان کردن ایمان، مانند مؤمن آل فرعون و یا کار عمار در مقابل نفاق، که عکس است که اظهار ایمان و پنهان کردن کفر است. ایشون هم باز معنی تقیه رو داره محدودتر میکنه، صرفا به پنهان کردن ایمان، نه هر گونه پنهان کردنی، نه هر گونه دروغگویی یا هر گونه کار وارو و خلافی برای اینکه ضرری به کسی نخوره. اما حالا برخلاف این دو پاسخی که من براتون خوندم که تقیه رو محدود میکنن به جایی که در واقع فقط پنهان کردن عقاید دینی هست، در میان شیعیان معمولش این بوده است که تقیه رو استفاده میکردن برای هر گونه ریاکاری، هر گونه پنهانکاری و هر گونه رفتار دوگانه برای اینکه خطری رو یا مفسده رو یا مشکلی رو بتونن نفع کنند. سوال بعدی که مطرح شده بود از این مراجع این بود که در چه مواردی، آیا پس از اینکه تقیه انجام شد الزامی برای اینکه اون خطری که وجود داره اگه خطر رفع شد الزامی هست که افراد راستشو بگن و حقیقت رو افشا کنند یا خیر، یا همچنان باید به تقیه ادامه بدن؟ در پاسخ به این سوال آقای شوبری زنجانی میگه نسبت به احکام لازم است اگر موجب سلب حقوق از کسی شده باشد، هم اعلان لازم است، لزومی ندارد در غیر این صورت لازم نیست مگر عدم اعلان حق مفسده داشته باشد یا مزاحم با واجب اهمی باشد. یه مقدارشون خیلی بد این موضوع رو گفته، ولی لبش این هست، اینطوری که برداشت میشه این که اگر حقی از کسی سلب شده باشه باید رفت و گفت و اون حق رو ادا کرد، اما اگر حقی از کسی ضایع نشده باشه ضرورتی نداره. خب این هم از اون مسائلی است که بسیار دایرش بازه، یعنی خیلی راحت شما میتونید در بسیاری از موارد اگر دروغی گفتید، کار دوگانه‌ای کردید، چون منافعش به شما رسیده، حق کسی، فکر میکنید حق کسی ضایع نشده، در صورتی که در تقلب و دروغ معمولا حق دیگران ضایع میشه، وگرنه چرا باید این فردی بیاد دوگانه گویی بکنه، دروغ بگه، تقلب انجام بده، خودشو به گونه دیگر بنمایاند. معمولا در همه مواردش حق دیگران ضایع میشه، منتها
در این موارد ایشون اومده این استثناء رو گذاشته، استثنای دقیقی نیست و همچنان اون جواز پنهانکاری و درویی و دروغویی تحت عنوان تقیه بدین ترتیب باقی میمونه. آقای موسوی اردبیلی جواب این سوال رو نداده. آقای مکارم میگه در صورتی که ادامه کتمان موجب کار خلافی میشود و خطر برطرف گردد باید اظهار کرد. یعنی بالاخره یه مرحله ایشون به اون چارچوب های اخلاقی سعی میکنه که نزدیکتر بشه با این دیدگاه که اگر اون خطری که شما احساس میکنید برداشته شد باید برید و اصل حقیقت رو آشکار کنید. ولی در مجموع مثل این هست که شما جواز یک کار خلافی رو بدید، بعد اون وقت بگید که حالا بعد از اینکه کار خلاف انجام شد بیایید و تلاش بکنید که اون کار خلاف رو لاپوشانی کنید. اصل داستان دارای مشکل هست اگر تقیه به اون معنای کلیش گرفته بشه، نه فقط پنهان کردن عقاید دینی. آقای سبحانی جواب این سوال رو ندادند و موضوع رو مسکوت گذاشتن. خب بریم به سراغ سوال بعدی. سوال این هست که آنچه امروز به عنوان دروغ مصلحتی شناخته میشه چیز هست؟ جایز هست یا جایز نیست؟ بذارید من اصل سوال رو بخونم. اصل سوال این هست که تعریف امر اضطرار و معیار تشخیص آن برای گفتن دروغ یا پنهان کردن حقیقت به لحاظ شرعی چیه؟ اگه بنا بشه هر فردی بنا به هر مصلحتی به تشخیص خودش دروغ بگه، آیا باب دروغگویی در جامعه باز نمیشه؟ آقای شوبری زنجانی میگه که آنچه امروز به عنوان دروغ مصلحتی شناخته میشه جایز نیست. کذب تنها در فرض اضطرار و استیصال یا تزاحم با تکلیف اهم یا مساوی جایز خواهد بود. خیلی جالبه. میبینید اول در یک جمله میگه دروغ مصلحتی جایز نیست، بعد در جمله دوم دامنه رو کار رو کاملا جاده رو کامل باز میذاره در چند تا خط. میتونید خلاصه اتوبان چند خطیه راحت میتونید دروغ بگید. میگه کذب تنها در فرض اضطرار، استیصال، تزاحم با تکلیف اهم یا مساوی جایز خواهد بود. و در این صورت هر کسی میتونه فکر کنه هر کار هر دروغی گفته در شرایط اضطرار بوده، قیمت یک جنسی رو دروغ گفته که خریده چون اضطرار داره. اضطرارش چیه؟ اضطرارش اینه که میخواد برای مثلا بچهش چیز بخره، برای دخترش میخواد مثلا گلوبند بخره چون روز تولدشه. کاری نداره درست کردن اینها. یعنی با این عناوین شما مجوز هر گونه عملی رو به افراد میدید. اضطرار، استیصال یا تزاحم با تکلیف، اینا همه جور مثلا فکر میکنه پدر فکر میکنه که تکلیفشه که برای فرزندش هدیه تولد بخره، بنابراین میشه دروغ گفت برای اینکه هدیه تولد رو شما جور کنید. ایشون در ادامه میگه توریه جایز نیست اگر به اندازه‌ای باشد که جایز است اگر به اندازه‌ای باشد که سبب سلب اعتماد دیگران از انسان نشه. یعنی تو اگر چیز شد سلب اعتماد نکرد جایزه. توریه یعنی در واقع نگفتن حقیقت، پنهان، عدم بیان حقایق. آقای موسوی اردبیلی به این سوال جواب نداده. آقای مکارم میگه که استفاده از بهانه‌ها برای دروغگویی درست نیست، واقعا باید ضرورت قابل توجهی حاصل بشه. ایشون باز راه و باز گذاشت. اون ضرورت قابل توجه دیگه از اون مواردیه که بالاخره راه دروغگویی رو، دروغگویی مصلحتی رو باز میذاره. آقای سبحانی هم به این سوال اینطور جواب میده. میگه اضطرار بر سه قسمه: اگر انجام نگیرد یا خطر جانی یا ارضی و آبرویی یا مالی دارد. البته مالی باید فلان قد باشد که تحمل آن برای طرف حرجی باشد. بالاخره میگه در شرایط اضطرار جایز، اضطرار هم خطر جانی، خطر آبرویی و خطر مالی. خب معمولا آدم ها وقتی که دروغ میگن بخش قابل توجهش به خاطر همین چیزاست، بالاخص برای آبرو و خطرهای مالی است. میخوان منافعی به دست بیارن یا فکر کنن آبروشون از دست میره اگر یه واقعیتی رو بگن، و همین خاطر دروغ میگن. ایشون داره جواز دروغگویی رو به خیلی به صراحت به پیروان خودش میده. آخرین سوال این بود که
آخرین سوالی که از این چهار مرجع شیعه داره صورت میگیره این هست که در مواردی که دروغ به خاطر ضرورتی مجاز شمرده میشه بهتر از کدام یک از این موارد استفاده بشه، دروغ صریح، تقیه یا توریه؟ این راحت خیلی با چشمان باز در برابر دوربین بیایم دروغ بگیم، تقیه کنیم یعنی یه چیزی رو پنهان کنیم، عقاید خودمون رو، چیزایی رو نگیم، یا توریه کنیم، حقیقت رو بپوشونیم با ابزارهایی، با روشهایی، کارهایی که روحانیون درش استاد هستن. آقای شوبری زنجانی میگه که در صورت امکان در چنین مواردی باید توریه شود، دروغ صریح نگید، تقیه نکنید، سعی کنید حقیقت رو بپوشونید، با یه ابزارهایی، با یه روشهایی از زیرش در برید. آقای موسوی اردبیلی جواب نمیده. آقای مکارم میگه توریه با شرایط آن اولویت داره، یعنی همین پوشاندن حقیقت بهتر از دروغگویی صریح یا تقیه هست. آقای سبحانی هم میگه به این سوالشون جواب نداده. بنابراین شما اگر بخوایم خلاصه بکنیم این پاسخ مراجع شیعه رو که در واقع رهبران مذهبی شیعه هستن اینها در دنیای امروز، بقیه هم پاسخهاشون تقریبا در همین چارچوب ها قابل جمع‌بندی هست. یعنی شما اگر برید رساله آقای خمینی و آقای منتظری و دیگران هم نگاه بکنید، اونا هم تقریبا در همین چارچوب ها نظر دادن با همین اختلافات و تفاوت هایی که وجود داره. اصل داستان این است که دروغگویی جایزه، برای توجیهش هم شما میتونید دست به انواع و اقسام مصلحت سنجی ها، استرارها، استرارهای مالی، استرارهای جانی، استرارهای آبرویی و غیره بشید. حالا در مورد یه بخشش، بخش عقاید، برای که اونها رو پنهان کنید میتونید از عنوان تقیه استفاده کنید، اگه خواستید حقایق رو بپوشونید میتونید از عنوان توریه استفاده کنید، اگر خواستید دروغ بگید همین میتونید به عنوانش رو بذارید دروغ مصلحتی، دروغی که تحت شرایط اضطرار افراد میگن. بنابراین راه برای اینکه شما واقعیات رو نگید، همه واقعیت رو نگید، بخشی از واقعیت رو بگید، بخش دیگرش رو دروغ قاطی کنید بگید، یا اصولا حقیقت رو بیان نکنید، راه برای اینها در چارچوب نگرش مراجع شیعه کاملا باز هست. خب جوازش که کاملا داده شده اینجا، ببینید خیلی ساده هست، جواز دروغگویی به صراحت در این سخنان مراجع شیعه داده شده. از اون طرف شما اگر در جامعه هم نگاه بکنید، مردم بدون اینکه دروغ بگن نمیتوانند زندگی کنند، در بسیاری از موارد زندگیشون مختل میشه اگر بخوان کاملا سرراست باشن. یعنی جامعه ایران به گونه ای روابط درش امروز تنظیم شده که دروغگویی بخشی از زندگی است. خیلی دشواره که افراد هم در همه جا راستگو باشن و بازنده نباشن. هر کی راستگو باشه بازنده است. سیستم روابط اجتماعی، ساختارها اینجوری تنظیم شده. هم جواز دروغگویی داده شده، هم ضرورت دروغگویی وجود داره. خب در این جامعه از مقامات بالا شما بگیرید بیاید تا اون کاسب جز، تا هر کسی، حد بچه‌ای که امروز مثلا 6 7 سالشه مدرسه میره و تو خونه‌شون پدرش مشروب می‌نوشه، شراب می‌ریزه، ماهواره نگاه می‌کنن، اینا یعنی از سنی که بچه وارد زندگی اجتماعی میشه مجبور هست دروغ بگه تا روزی که سرش رو بر زمین می‌گذاره. یعنی جامعه تحت تعالیم، آموزه‌ها و روش اداری که امروز روحانیت شیعه اختیار کرده، جامعه ایران یک جامعه دروغگوست و خیلی کم میشه افرادی رو پیدا کرد که دروغگو نباشند. بسیار نادره. یعنی بالاخره چون افراد با یک دروغ دروغگو میشن، اینطور نیست که شما از صبح تا شب لازم باشه دروغ بگید تا عنوان دروغگویی براتون حمل بشه. افراد با یکی دو دروغ تبدیل میشن به افراد دروغگو. و این دروغگویی متاسفانه یک امر بسیار شایع و گسترده و تقریبا به یکی از نهادهای اجتماعی در ایران متاسفانه تبدیل شده. این یکی از خسارات بزرگی است که روحانیت شیعه با نوع تعالیمی که عرضه کرده و با نوع ادارهی که امروز داره جامعه رو اداره میکنه و با نوع روابط اجتماعی که ایجاد کرده، این دروغگویی رو به یک در واقع هنجار در جامعه ایران تبدیل کرده.
با این بحث من خاتمه میدم به برنامه 13 از دوره 18 برنامه های در غیر این صورت. این مجموعه برنامه تحت عنوان دستاوردهای روحانیت شیعه که در نهایت اگر به ماحصل و باحث نگاه بکنیم به خسارات و آفات روحانیت شیعه در واقع عنوان محدود میشه، این مجموعه رو ما به پایان میرسونیم. در دوره بعد موضوع دیگری رو در نظر خواهیم گرفت و من در خدمت شما همچنان خواهم بود. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از ما دریغ نکنید، هم برای من هم برای تلویزیون بفرستید. از نظرات شما ما حتما بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم برای ارتقاء این مجموعه برنامه ها. تا برنامه دیگر، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.